شیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می کنم امروز روز دوشنبه است 19 هم از ماه اکتبر سال 2015 در روزهای دوشنبه به دو مدت یک ساعت و نیم تقریبا خدمت شما هست عرض شود که اجازه بفرمایید طبق عادت همیشگی یک قزل از حافظ شیرازی برای شما بخوانم بعد بپردازیم به بقیه مطالب خب میفرماید اون قالی خط گر سوی ما نام نوشتی گردون ورق هستی ما در ننوشتی ورق هستی در نوشتن در واقع یعنی رفتن و مردن در واقع بگویند تومار حیات فلان پیچیده شد در هم پیچیده شد حافظ میگوید ورق هستی ما هر چند که هجران سمر وصل برارد دهخان جهان کاش که این تو نکشتی وحبه. و هر چند که هجران ثمر وست برارد دهقان جهان کاش که این توخ نکشتی آمرزش نقد است کسی را که در اینجا یاریست چو هوری و سرایی چو بهشتی در مستبه عشق تنعم نتوان کرد چون بالشه زر نیست بسازی خشتی در رک جای پوز از <تصفح> عرض کنم تنعم این حرف نیست با چون بالش زر نیست بسازیم خشتی سعدی می گر نبود بالش آکند پر خواب توان کرد هجر زیر سر ور نبود دلبر هم خواب پیش دست توان کرد در آغوش خیش ور نبود مشربه از زر ناب باد و کف خیش توان خورد آب ور نبود خنگ مرسه لگام زد بتوان با قدم خیش گام حافظ میفرماید در مستبه اش تنعم نتوان کرد چون بادش زر نیست به سازین به مفروش به باغ ارم و نخفت شداد یک شیشه و نوش لبی و لب کشتی و آنچه شنیدید شما همه رو بریزید دود اوهام و خرافات است آقا این ارز کنم که باغ ارم برند و تشکیلات و یک شیشه و نوش لبی لب کشتی میگین هزار بار به با میارزد تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا حیف است خوبی که شود عاشق زشتی آلودگی خرقه خرابی جهان است کو راه روی اهل دلی پاک سرشتی از دست چرا سر زلف و حافظ تقدیر چنین بود چه کردی که نهشتی بله قافیه خیلی مشکل عرض می شود که این داستان اسلام عزیز کار رو به جای رسانده است که در تاجیکستان که کشور 90 درصد مسلمان است رئیس جمهور این مملکت آمده است و قدقن کرده اسمای عربی قدقن کرده گفته است که به دادگستری دستور دادند به مجلس و اینها که از این به بعد بچه به دنیا میاد سکینه و ثمیه و عایشه و ابدالمؤمن و ابدالغفار و عبدالجبار و عبدالخلیفه و از اینجور اسمای عربی بالکل ممنوع به خاطر که با فرهنگ با گفتن بیگانه است پشماریش ممنوع در تاجیکستان هر جا پشمی پیدا میکنن میشنن سر چار را درست تیغ میارن و پشمشه باد میدن و خب فکری هم درستی هم کرده میگه بابا تو که پشم ریشت تا کمرته اسمت هم که عبدالجباره پیداست عقل درستی نداری چیزی که کم داری یه کلاشینکوفه اونم برات پیدا میکنم میفتیم به جان مردم کشور کوچک است تاجکستان و میدونید که پارسی صحبت میکنن ارز میشود که و اقلیت ها هستن اما تعدادشون خیلی اندکه اینها این تصمیم خیلی غریبی بوده این بابام گویا اسمش عبدالمومن رحمانوف بوده کرده رحمان گفت آقا این اسم عربی با فرهنگ ما نه تنها عربی گفت اون چه با فرهنگ این نشون بده آقا این رئیس جمهور رو بله این آقا رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته است اونچه با فرهنگ ما بیگانه است رو ما وارد فرهنگ دیگر نمی کنیم و این داستانی که در جهان گسترده شده است به نام رادیکالیسم اسلام ما اجازه نمی دهیم در کشور ما تاجیکستان برپا شود گویا یک اطلاعیه اعلامی از سوی یک حزب زیرزمینی چیزی بوده به عنوان اینکه جهاد کنیم پخش کردن اینها هم آمدن عکس خیلی جالبی نشان دادن و ممنوع کردن نام های عربی و ممنوع کردن پشم و ریش و این خود یک داستان جالبی شده از 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 به قول معروف از یک حالت کمدی هم خارج نیست ریش و پشمینا گفته آقا من نماز بخوانید یک مسجدی میسازیم که صد هزار نفر در اون آدم جای بگیره و نماز بخوانید ولی اسمای این دست عبدالجبار و عبدالمومن و عبدالمحمود و اینجور داستان ها آیشه و سمیه و اینها قدقن قدقن این دست این بابا زیر سر ما باد واقعا یک فرهنگ باستانی با اون اسمای زیبا حالا به قول معروف اسم به آدم شخصیت نمیده ولی آقا به هر صورت باید معلوم بشه که این یک فرهنگ دیگری است نامهای خودش رو داره انگلیسی اسم انگلیسی میذاره به جان آلمان ها اسم آلمانی میذارن نمیدونم این اسپانیش ها آمریکای جنوبی ها اسم خودشونه دارن چگونه است که ما ایرانی هستیم و همه این اسما ها اسما عجیب غریب از کردم باز تاکید میکنم که اسم شخصیت میشه برای کسی محتوای شخصیت ولی قضیه مهمه واقعا خیلی غریب است که مثلا فرض بفرمایید که رئیس جمهور آمریکا حالا بیاد بس اسمش باشه مثلا عبدالجواد نمیدونم فلان نمیشه همچی چیزی مویسر نیست حالا بگذاریم که از که یه حسینی افتاده در میان آقای بارک اوباما ولی خب اعظم اسمش آفریقاییه و هر حال اجدادش آفریقایی هستن اینجا اما در هیت یک فرهنگ باید معلوم کنیم که آقا این, این وارد میشه بقا اینجا ایران است این اسم اسم ایرانی است با این همه اسمای زیبا و اسمای تاریخی و اینا باری این کاری است که در تاجیکستان شده در تاجیکستان و روس ها هم گفتن ما یک میلیارد و سیصد میلیون به شما کمک میکنیم اسلحه و تشکیلات میدهیم که در این جبهه از خاک روسیه این بند و داعش یا القاعده گسترده نشود و خیلی خیلی جالب بود ما فکر میکنیم که یک نامه باید بنویسیم به همه <تصفح> ما ایرانی ها رو ارز می پیام بدیم که آقا دست شما در نکنه فکر خوبی کردیم تاجیک, هست، تاجیک ها خیلی می و می به این زبان پارسی به خصوص به شاهنامه فردوسی وقتی که این در واقع کمونیست های تاجیکستان رو گرفتند همونطور که مطلع هستید جای دیگه هم شنیدید یک مجسم بزرگی از لنین گذاشتند بعد از سقوط اینها آمدند تاجیک ها تاجیک های غیرتمند این مجسمه لنین رو برداشتن یک مجسمه 17 متری خیلی بلند از فردوسی گذاشتن در اونجا به جای مجسمه آقای لنین و خیلی چند تنشون رو من صحبت کردم اینا گوش میکنم به این برنامه بسیار اینها چگونه کنم ناراحت هستن و بسیار مغموم هستند از اینکه بخارا و سمرقند اینا که شهرهای ایران بوده و در اونجا علما و فضلای پارسی زبان اونجا بودن و شهرهای ماوران نهر و اینها که همه شهرهای ایران بودن و اینها به دست قرقیزها و اینها افتاده که زبانشون همون زبان آسیای مرکزی هاست و اینها بسیار ناراحتن از این موضوع اما خب کشور کوچکیش حدود 8500 کیلومتر مربع بله مجسم فردوسی هم نشون بدین این رو تاجیک ها گذاشتن حکیم ابوالقاسم فردوسی اونجا نوشته هست. بله ایستاده حکیم رو به وجهی که میشه شما میدونید سمرقند مرکز فرهنگ بوده گسترش معرفت بوده چه مایه شعرهای بزرگ و فضلهای بزرگ اینها به دست دیگران افتاده حالا این اواخر نادرشاه یک دست و پایی کرد رفت اونجا رو گرفت و زمینه ایران کرد و اینا اما به صورت کشورگیری بود بعد خاندان افشاری هم که عمری نداشت بیس و چند سال بگشت به حالت خود اما این همه شهرهای ایران بودند که جدا شدن خب از این داستان هم که بگذریم خدمتتون ارز کنم یک وقتی آقای برتان راسل آمد و گفت مدنیت رو اروپا به وجود آورده و آسیایی ها مقلد اروپایی ها هستند آفریقایی هم که مدنیتی اساسا نداره. خب این صحبتی است به هر صورت ایشون کرده کاری نداریم اما مدنیت جدید قطعا از اروپا شده قطعا چون تا اون روزگار تا روزگار قرن 17 هم حالا از رونسانس شروع شده است و ما در این باب بسیار سخن گفتیم اما قرن 17 هم به خصوص قرن عقل قرن استدلال های عقلی است قرن روشنگری است از همان قرن چهاردهم و پانزدهم شروع شد داستان مبارزه با جر و در واقع بازگشت به زیبایی های یونان و روم و این احوال مسخ شده از چهره اروپاییان رفته رفته شروع کرد زدوده شدن اما دین هنوز بر قوت خود بود وقعی هم نمی نهاد اگه کشفی هم بزرگ بزرگی هم می شود مثل کشف کوپرنیک و بعد گالیله و اینها اینها زخم می خوردن اما باز می گفتن که خب حالا این هم یک چیزی گفته اشکالی نداره کل قضیه در دست ماست رفته رفته به گونه ای شد که در قرن 17 هم معلوم شد بر اروپاییان که مرشد واقعی همونطور که محمد ابن زکریای رازی فیلسوف بزرگ ایرانی نمیدونم 800 سال قبلش گفته بود از اینها یا 700 سال قبل گفته بود آقا مرشد حقیقی خرد هست و عقل هست و جز این مرشد مرشدی در جهان نیست خداوند و طبیعت این مرشد رو راهنمای هر کس رو با خود او به دنیا آورده یه احتیاجی به در واقع کسی ندارد که از او تقلید بکند وقتی که تقلید میکند یعنی چیکار میکند نادیده گرفتن این مرشد عظیم که طبیعت و خداوند در بین دو گوش این آدمیزاد خلق کرده راهنما عقل است مرشد خرد هست بنابراین همه چیز از دید عقل و خرد دیده شد این داستان دین و, و مذهب که های هوی داشت و در همه چیز دخالت داشت و همه چیز رو تحلیل کرده بود و در باب همه چیز صحبت کرده بود و همش هم لاطائل بود و همش هم دروغ بود اون چه در باب خلقت گفت خلقت انسان اشتباه بود و دروغ بود اون چه در باب خلقت عالم گفت اصلا نمیفهمیدن چه میگفتن اینها آدمای نادانی بودن به لحاظ علمی نویسندگان کتاب های مثلا آسمانی خب آدم های نادانی بودن از نظر علمی خب عقلشون به اندازه هم هاشون بوده در اصلی که می نوشتن رفته رفته انسان به چند نتیجه رسید یکی اون که جز عقل مرشدی نیست راه کشا عقل است و خرد است و انسان به کمک این ماده عظیمی که عظمتش به اندازه همه تشکیلات از کنم کبریایی است و بین دو گوشو و قرار دارد به کمک او بایستی چه بکند کشف بکند و بایستی خودش رو نجات بدهد و بایستی سعادت برسد در این دنیا و اون داستان دین که این همه قتل کرده بود این همه جنایت کرده بود در اروپا و خدا میداند چه جنایتکارانی بودند این کشیش های مسیحی و نه تنها در اروپا در سر تا سر جهان به سات قتل و غارت رو گذر بودن یواش یواش آرام آرام اینها از صحنه بیرون کردن و دین رو واگذار کردن به اشخاص و به افراد گفتن آقا ما برای آزادی آمدیم برای احقاق حقوق انسان آمدیم انسان حق دارد دینی باشد انسان حق دارد دارای معبد باشد اما نمی تواند این تفکر دینی رو تحمیل بکند به کسی یا تحمیل کند به جامعه یا بخواهد به اون قوانینی که در این کتب قدیمه پر از مغالطه و پر از دروغ تحمیل بکند و به اون جامعه رو اداره بکند دین ارز کنم که بخشی از معنویت انسان رو تشکیل میدهد و بایستی مردم بتوانند هر کسی آین و دین خود رو پیروی کند و دنبال کند و به کسی ربطی ندارد وظیفه دولت هم هست که این وسایل رو فراهم کند و این امنیت رو به وجود بیاورد تا در سایه قانون همه ادیان و همه پروان ادیان مختلف بتوانند معابد خود رو داشته باشند و کسی مزاحم آنها نشود این است در واقع حکم عقل و هر حکمی جز حکم عقل باطل است دوست من عزیز من ما هم که اینجا نشستیم این سخنان میگوییم به غلط تصور نکنید که فلانی دین ستیز است و این حرفها نیست ما جستجوگر عدالت هستیم و شرافت انسان به خصوص ایرانی عزیز و بزرگوار که در پهنه گیتی کمتر نظیری یافته به معنویت و بزرگواری اخلاق ایرانی کمتر نظیر یافته و این سرزمین زیبای ایران زمین که میراث گرانبهای اجداد نامبردار ماست که در این طریق بسیار کوشیدند این شنین در واقع در شعن ایران و ایرانی نیست که با زور اداره بشود و با حکم دین آدم های بیابانی اداره بشود این است که ما اینجا در واقع سخن گفتیم و در نمیدونم سینه چاک کردیم به قول حروف و هنوز هم هستیم و خواهیم بود تا روزی که بتوانیم سخن بگوییم اگر <applause> نه قضیه دین نیست که چی دشمنی با دین و واقعا اما چون یقه ما رو گرفتن امروز و شلاق به ما میزنن و دست میبرند و یک صنف امامه به سر بیکاره هیچکاره شکنباره آمده و ایرانیان رشید فرزانه دانش آموخته وطن روس رو از صحنه بیرون کرده و همه چیز رو به خود تخصیص داده است لازم میاد ما به اینها ایراد بگیریم لازم میاد این دین رو نقد بکنیم و نشان بدهیم ضعفش کجاست و نشان بدهیم که دارای اون توان و توانایی و اون پتانسیل نیست این دین که بتواند جواب نیازهای انسان جامعه امروز رو بدهد این درد ماست اینجا و عرض کردم اگر موضوع عدالت و آزادی رو در یک کفه ترازو بگذاریم همه ادیان الهی با پیامبرانشون و با خداهاشون و با ائمهشون و با اولیا و با غیرم در یک ترازو بگذاریم این ترازو میلیون بار سنگین تر است از آن این ترازو بسیار بسیار سنگین تر این کفه این ترازو که که راجع است به عدالت و آزادی انسان چون انسان که از برای دین نیست دین از برای انسان بوده بعد مزاحمت رو تشخیص دادن مزار حکومت دین رو تشخیص دادن اون رو کنار زدن این اروپایی هاست اولین که اولین هستن که به این عقل رسیدن و مغرب زمین به عقل رسید و توانست اعاده حیثیت بکند از برای انسان و اونچه چه مال شده بود توسط دین و اولیای دین و سازندگی ها در اصل جدید هم از اروپا شده فلسفه جدید موسیقی جدید ارز میکنم ابداعات و اختراعات در همه رشته های علوم همه از, از،, از غرب شده است از غرب به جهت اینکه مرشد رو عقل قرار دادن و هر کار شده است مبتنی بر عقل بوده دموکراسی هم مبتنی بر خرد است خرد جمعی یه بابایی بوده در ده ما میگفتن که هر کاس میخواد بکنه میره مشورت میکرد دو سه نفر جمع میکرد پسرش گفت بابا تو هر کار کوچیکم که میخواد کنی چهار نفر جمع کنی گفت پسر یادت نره دو تا کله خر از یک کله یک آدم بهتره دو تا کله خر از کله آدم بهتره این بابای هاتی گفته حرف بزرگی است این حرف مقصودش این بوده که هر, چ... هر قدر هم اون دو آدمی که شما برای مشابهت نام می‌کنی فکر کنید که صاحب تفکر بالا نیستن باز تفکر اونها ارجه است به تفکر این آدمی که خیال می‌کنه که عقل زیادی داره و امروز اروپا بر پای عقل اداره میشه و نیز چنین است این قاره که ما درش هستیم از که حالا بخش جنوبیش که سیاست های استعماری بوده و استبدادی بوده تا دهه ده ده هفتاد رفته رفته اینها هم مجبور شدن که طریق خرد بگیرن و طریق دموکراسی بگیرن و در واقع وقتی که سرزمینی هست و مردمی در آن هستند و حکومت برخواسته از رأی مردم هست اون حکومت اصیل هست تا حکومت بعدی جز این جعلی است مملکت ما از کنم که یکی دو سه کشور چند هزار ای منطقه است یعنی هند است و ایران است و مصر است حکومت اما امروز در ایران حکومت جعلی است حکومتی بی عقل است و جعلی است حکومت جعلی است وقتی حکومت جعلی است مردم رویگردان می شوند وقتی مردم رویگردان می شوند دستگاه قدرت برای خاموش کردن اعتراض ها و سرکوب کردن مردم آدم کش استخدام می کند و جامعه رو به انهای مختلف کنترل می کند تا این جعلی بودن رو نگهداری بکند وگرنه نه اگر که حاکم یک حکومتی اگر یک دولتی برخواست از رأی مردم باشد این همه که پاسدار و جنایتکار و چاقوکش و این همه اطلاعاتی و این همه امنیتی و این همه مسخره بازی نداره که تعجب است که اینها خجالت هم نمیکشن از خودشون خجالت نمیکشن از اون چکی که سر ماه میگیرن خجالت نمیکشند که این مزد جنایت مزد جعل دارن میگیرن و میخورن این دستگاه حکومت آخون با این رئیس جمهورای یکی پس از دیگری شد با اون انتخابات برگزار کردنشون و اینها اجامه و ارازل برکار هستند و کم دیدم البته ممکنه باشن از, از،, 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 از ناچاری گرفتاری گرفته در این دستگاه و کار بکنه اما عمدتا اونهایی که در کار اطلاعات و امنیت در کار نمیدونم کنترل مردم هستن حالا در لباسهای مختلف اینها نمیشه اینها رو شرافتمند نامید و اینها نمیشه اینها رو حقیقتا ایرانی به معنی اخص کلمه دانست و انسان به معنی اخص کلمه دانست ما اگر نگاه کنیم به زرطبه جغرافی های جهان ژاپن رو میبینیم داره با عقل اداره میشه و با خرد اداره میشه و جایگاهش در جهان کشور به این کوچیکی ببینید در چه پایگاه و جایگاهی داره به لحاظ شناخته شدن این مردم به عنوان مردمی سازنده و متفکر این ژاپنیها کره جنوبی ها البته اینا هم به سیستم همون بیعقلی استبدادی بودن تا سرانجام تصمیم گرفتن که کاری دیگر بکنن به دموکراسی آمدن چین با, با این همه عظمتش داره با بیعقلی داره میشه یعنی مش آدم اومدن به اونا حزب کمونیست چین اینها چه جنایاتی کرد اون مردک اون ما او که حالا چه کار میخواد بکنه تمام این آثار شاهکارهای معماری اینها رو همه رو بلدوزه کرد و اینها همه ملت رو یه دست یه جور لباس پوشانید و از این داستانه مسخره به در آورد آخرش هم مای گرستنگی و بیچارگی حالا اون عده ماندن معلوم نیست چه کاره هستن کمونیستن اما از کابیتالیست ها به لحاظ طمع و آز و پولکی بودن جلو افتادن بیچارهای بدبخت و کارشون هم به جای نخواهد رسید شما مطمئن باشید کار اینها به جایی نمیرسد یعنی اون بهره کشی از کارگر که اساس انگیزه کارل مارکس و انگلس بوده در, در اون حرکت عظیمی که شد و کارهای عظیمی که این دوتن کردن و اینها بدترین نوعش که در انگلستان بود در روزگار انقلاب صنعتی و بعدش در روزگار مارکس هزار بار بدترش داره در چین میگذره که این بیچارگان رو فقط به خاطر فقری که هست این کارگران رو میخوابانند در این مثل پادگان صبح ساعت 6 با سود میدوانند تا کارخانه همیدونم هفته یه دلار به اینا میدن که اینا بتوانند پولی جمع کنن این بهرکشی که داره میشه از این بیچاره مردم چین اصلا وحشتناکه که حالا بگویند چین هم مثلا اقتصادش حالا شده است در دنیا دوم ولی وقتی نگاه کنیم به درآمد سرانه میبینیم دوم که چه ارز کنم پایین جدول قرار میگیره با دو میلیارد انسان اونجا حالا فرض کنید که پنج تریلیون شش تریلیون مثلا تولید اقتصادی داشته باشه که با بهره کشی از از این مردم بیچاره چین شده و اینا این معلوم نیست چه کاره است اگر که شما آقا کاپیتالیست از این هستی سرمایه‌دار هستید خب سیستم داری چیز دیگری است کومون... چه کمونیستی هستید شما که با این وضع زندگی معلوم نیست یعنی کلا این کشور چین از نظر حکومت و دولت کاملا با بی اون که شرافت دارد و بزرگواری دارد در جهان و, و در واقع مورد احترام عمیق مردم جهان هست از ژاپن که بگذریم جغرافی بریم هندوستان هست هندوستان بزرگ ماه بهارات هندوستان بزرگ مبتنی بر خرد و عقل جمعی ما اگر به ترکیب دولت های هند نگاه کنیم حیرت انگیزه میبینیم آقا مثلا نخست وزیرش که رئیس امور کشدایی مملکت هست یه سیک سیکا چند نفر هن؟ در کل هند که یه میلیارد و نمیدونم نیم شاید جمعیت داره سیکا 23 میلیون 24 میلیون بیشتر نیست رئیس جمهورش این مسلمان وزرا همینطور و این یک ترکیب زیبا است که نشان دهنده این که در این کشور تعصب دینی حاکم نیست این مبتنی است این حکومت بر شایستگی شایستگی چون آقای مسیحی شایسته تر بوده از سایر رقبا مردم به او رأی دادن نشسته در در, در 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 اداد وزرا این از حکومت عقل و خرد و در سایه خرد است و عقل هست که می شود حقوق انسان استیفا بشود اعزه فرمایید که کتاب نقدی بر چاپهای انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب پژوهشی از بهرام مشیری به انزمام شش سیدی قرائت و شرح این داستان جهت سفارش با تلفن 818 345 06 07 تماس حاصل فرمایید اشارات سرزمین جاوید با درود بر شما هموطنان گرامی خدمت شما ارز کنم که این کتابی که ملازمی فرمایید به زودی در تهیه چاپ دوم اون باشیم چون با استقبال هموطنان روبرو شد و در واقع یک تصحیحاتی هم باسی درش بشه هر چاپ اولی معمولا چند خطای چاپی هم داره بشود به موازات این کار مقالطات که فکر میکنم سال آینده برسیم به این فصل ما توانسته باشیم کتاب و رو به چاپ برسن یک مطالعات خیلی خیلی وسیعی در این باب انجام شده است از کتاب های دینی بگیرید از تورات و انجیل و قرآن که تضادهای اینها ارز کنم اون چه به لحاظ استدلالی بیمعنی است و آثار تاریخی مبرخان بزرگ همه این ها با معرفی نوع مقالطاتی که انجام داده تا برسانیم به اصل جدید خب این تاریخ های اسلام رو همه رو ما در دسترس بوده و مهم بوده همواره برای تحقیق باید رجوع کرد به معاخذ تراز اول نه نقل قول از کسی که او میگوید اون منبع ترازه و این را میگوید که ما نریم از پتروشفسکی بخوایم اسلام شناسی کنیم اسلام شناسی رو ما با عرض میکنم که واقعی ها میکنیم و مدائنی میکنیم و عرض کنم که ابن خلدون میکنیم و تبری میکنیم و مبرخان بزرگ مستقیما از کتاب های خود اینها و مقالطات این اولین بار است که در تاریخ ایران چنین کاری انجام میشه اون چه مقالت است در منطق خب این مطلبی نیست مش تعاریف خشک بی معنی است خوشترین علم در جهان منطق آدم رو بیزار میکنه اما کاربرد رو شو باید دید دیدید باید شناخت که آقای که این قاقه داره حرف میزنه کجای سخنش اشکال داره این مبرخ کجا به چاله مغلطه افتاده و سخنش باور کردنی این نیست ایناست که اهمیت داره. و در در دالاس خواهیم بود و یکی دو هفته بعد در در آستین و بعد هم در هوستان دوستان عزیز من زحمت کشیدن محل ها گرفتن اینها تاریخ هاشون رو فرد یعنی پس فردا چهارشنبه خدمت شما خواهم گفت خب اجازه بدید بگریم سر اصل مطلب و اون این که عرض می کردم بر قرن 17 هم که همه چیز مبتنی بر عقل شد دولت هم عقلی شد یعنی فیلسوفان عقلی بود که در واقع موضوع دولت رو به میان انداختن و در باب سیاست سخن گفتن مثل آقای هابز و مشهورترین اینها آقای جان لاک هست که عرض کنم که همین دموکراسی امروز, امروز امروز این آمریکا توسط شاگردان لاک شاگردان فکریش عرض میکنم به وجود آمده و جفرسون که یکی از بزرگترین اینهاست میگوید ما میخواهیم اولین دولت علمی و عقلی جهان رو برقرار کنیم و این دولت علمی و عقلی که ما بنیاد خواهیم کرد زوال و فنا نخواهد داشت و می بینیم تا امروز که درست گفته دویست و سنی و اندی سال و دویست سال است که این دموکراسی برقرار است و همین که ما سخن می گوییم انتخابات در جریان هست و حکومت مردم بر مردم هست سپریشن قوا هست جدایی عوض کنم که نیروهای قضاییه و مقننه و مجریه و اینها که اینا کاملا مستقل اینها ساختار اصلی ارز کنم که لیبرالیسم هست و آزادی آزادی در سایه قانون و در واقع شریف بودن مالکیت به کسی که حق ندارد که به دارایی کسی دسترازی کند و چگونی دفاع از آن و همه اینها از عقل برخواسته از خرد هیچیش دینی نیست از دین هیچ بر نخواسته در زمینه اون چه عقلی است و به حکومت مربوط است خب پس به هند رسیدیم که این حکومت عقلی است و دموکراسی است و در واقع هندوستان به دو دلیل دموکراتیک شده است یکی فرهنگ هندوستان که اساسا فرهنگ عمومی مردم دموکراتیک است از چه نظر از نظر اینکه این فرهنگ هندویسم تعصب نشان نمیدهد نسبت به دین دیگر و از روزگار قدیم این هندوهای هند گفتن آقا هر کسی در هر جای جهان مورد تعقیب و آزار واقع میشه به خاطر عقایدش بیاد اینجا ما او رو میپذیریم فقط به شرطی که مزاحمت برای ما ایجاد نکند و گریختن و رفتن در اونجا اجداد ما از سال هفتاد هجری که دیگه این شمشیر اسلام پیدا شد سر کله این الله واقعا بیریخت از شود که سختگیر سختکش جبار گریختن گفتن آقا ما این مملکت رو بسیار دوست میداریم هنوز هم پارسیان هند از ایران به عنوان جای محبوب نام میبرن اما خب چون زندگی میسر نبود و آتش مقدس رو برداشتن و با کشیدن به گجرات فرود آمدن گجراتی که از سروتمندترین شاید سروتمندترین نیارت هند است و حاکم گجرات گفت بفرمه خوش آمدید و اینها بعد دفتر رفته به طرف شما رفتن و در بامبی هستن مونبای مونبای این یک طبیعت این فرهنگ بوده تحمل دیگران یک چیزهای من دیدم که برای من غیر قابل تحمل بود آقا محله هست اونجا دویس هزار تا نمیدونم سر تا هندو هستن سه هزار تا مسلم اینا خواب رو از این هندوها گرفتن ساعت سه چهار صبح این بلنگوهای بسیار بد قدیمیه که صدای وحشتناک این الله و اکبر بلند میشه همه از خواب بیدار میکنه نمیذاره مردم بخوابن بولاغنون هاشم بیرون اما هیچ کس به اینا معترض نمیشیم یا آقا این دینشون چکار کنیم یکی گرفتار شدیم اونا مخصوصا صداهای بلندتر میکنند که این کفار کثیف استراحت نکنند و تنها آینی که هیچ دین دیگر رو تحمل نمیکنه همین اسلام عزیز نجس میتونه و این اسلام عزیز کارش به جایی نمیرسه دوست محترم هموطن من مگر که یک اصلاحی درش بشه اصلاحی که در مسیحیت شد مسیحیت هم در, در همین حدود بود حالا تفاوتاش واقعا از جغرافیای زندگی مسیح برخواسته و جغرافیای زندگی پیغمبر اسلام تا اصلاحی نشود و اصلاح میسر نیست به دلیل اینکه میگن این کتاب رو میبینی همش از آسمان آمده آقا چه چیزش از آسمان آمده چرا انقدر تضاد داره چقدر اشتباه درش هست چقدر ظالمانه است بعض حرفاش چرا انقدر ضد بشره بسیاری از دستوراتش چه چیزی از خدا آمده بنابراین اصلاح میسر نیست مطلقا و ابدا اصلاح هم میسر نیست چون یه از خدا آمده خب خدا را سپاس الحمدلله رب العالمین که یه قرآنی هم پیدا شد که از همه عصر حضرت رسول اکرم که با این قرآن هزار تفاوت داره گفت آقا اون پروفسور پوین که متخصص زبانهای قدیم سامی به خصوص عربی هست گفت آقا حالا که معلوم شد که این هم ادعا کنن که این تاریخ ازش نگذشته یعنی بی زمانه این قرآن نه چنین نیست این هم تاریخش این یکی دیگه قرآن یه قرآن دیگه این تغییر تغییر کرده در واقع زمان از تاریخ داره ای تاریخ این از هیستوری علی به آخوند بگو الله استغفر الله مگه می گفت دست بریدن برداریم پای چپ و دست راست دست راست و پای چپ این دستور خداوند حضرت تبارک و تعالی در باب منافقین ما نمیتونیم این کار بکنیم آقا این حضرت رسول روز روز قیامت با خودشون بیاد داوری کنه ماشاءالله هیچ اسیدی حل بشو نیست این داستان در تیزاب سلطانی هم هیچ چقدر دستوراتش حل نمیشه سر جاش محکم استاده اما هندوها اینطور نیستن باری هندوستانی که شریفه و بزرگواره و پیشرفت کرده و همه فوزلای اقتصاددان میگویند با سال در سال تا برسیم به سال در واقع 2030 هند به لحاظ تولید اقتصادی بسیار پیشرفته تر خواهد بود و اقتصادش بسیار نیرومندتر از چین خواهد بود به خاطر دموکراسیش به خاطر دموکراسیش بنابراین سرزمین اصیل دولت هم اصیل بعد میرسیم با پاکستان یه دولت بیعقلی که اساسا به حساب نمیاد این هم همون هند بوده بابا یه دیوار کشیدن یه خط گذاشتن آه این پاکستان چون آویخته به اسلام این وضعیتش هست که بیعقلترین و بدبخترین کشوری بدبختترین کشورهای منطقه و عقب مونده معلوم نیست کی به کی هست یه بارون که میاد یه دولتی نیست آقا چهار نفر آدم از گل بکشه بیرون یک مش آدم دوز فاصله هم میشه اونجا زیر سایه اسلام دارن عمل میکنه یه پولی هم که خارجی بده میذاره به حساب بانکیش تو همون مملکت که پولی گرفته بود نزولشو بگیره کسیف مملکت عقب افتاده متاسف متعصب اینها دیگه بابا عربا که دینی نیستن که هیچ دینی نبودن بیچاره ها اصلا ذهنیت عرب دینی نیست این هم ابزار سیاست شد و همون دستورات و قرآن که برید بگیرید بزنید بکشید بخورید بدوزید ببرید اینها خیلی خوب خوب شد کاسبی درست شد بگن ذهنیت دینی نیست این پاکستانی هزار برابر اون طرف افتاده با یه پاکستان سوار شدیم بریم به یه جای راه دور بود یه پاکستانی و غلص ما نشست سوار شد من مشروب نمیخورم یعنی در واقع اون فضا نیست که در ایران بود چرا اینجا نه باری اما به صورت گفتیم آقا یه اسکاچ جانی باغری ما سفارش دادیم یه مرتبه این آقا بهش گفت آره یو فسنینگ؟ یعنی مگه تو روزه نیستی؟ چون گفته بودیم که من مسلمانم آره یو فصلی؟ گفتم چیچی رو فستینگ مرد حسابی مسافر که روزه نمیگیره گفت I do گفتم خب تو چون پاکستانی هستی به منم میگفت تو چه روزه نیستی فضولی هم میکرد نهی از منکر دیگه نه منکر یعنی فضولی در کار دیگران وقاحت در امور دیگران پاکستان پاکستان سرزمین جعلی دولت جعلی این از پاکستان کره شماری رو فراموش کردیم خب سرزمین سرزمینه ارز کنم نه تاریخی نه اهمیتی در تاریخ داشته نه مدنیتی اونجا به جهان خدمتی کرده اینها اینا سرزمین و هر صورت دولت جعلی دولت زور زور آدم کشی جنوبی ها خودشون رو نجات دادن به جهت اینکه جز اینا جز اقمار آمریکا به حساب آمدن تقسیم بندی کردن این برندگان جنگ و دست استالین می تو مونده میرسیم به مملکت خود ما این سرزمین شریف بزرگوار این سرزمین زرتشت و کوروش و تکیم فردوسی و سعدی و حافظ و این همه بزرگان و این همه رجال تاریخی سرزمین اصیل و نجیب دولت جعلی جعلی دولت جعلی در دست اجامر و عرازل شما دیدید یک آدم فرزانه درست حسابی بین اینا این حکومتی ها یک روز بیان صحبت کنید که آقا عجب آدم فرزانه از حقوق بشر داره دفاع میکنه از آزادی داره میگه از حقوق ملت میگه چون جعلی است مردم ازش بیزار هستن چون مردم رو که نمایندگی نمیکنه که آقای علی خامنه ای کی است چه کسی به این رای داده آقا شما بهش رای دادی شما که اینجا نشستی تی وی برنامه رو نگاه میکنید شما هر کس آقای علی خامنه‌ای رای دادی چند سال است آقا نشسته چوب چما دست گرفته هزار جور فساد در کار مردم کرد هزار جور هزار گونه ارازل استخدام کرده که سر ملت بکوبن که این بتواند کارهای جعلیش انجام بده شما میخواید در اون مملکت زندگی بکنی همسایه برای رژیم کار میکنه از اون حاج هاست که قدیم خانمش مینیجوب میپوشید میرفت کابر شکوفه اونجا عرقش هم میخورد و, می و دنسش هم میکرد ببین چراغش روشنه این سهر بلند میشه یا نمیشه فلان این ارازل اوله اول صبح با این با این رز رو هست من یه زنگی بزنم به این برنامه مشیری یه سالی دارم اینا مثلا یا برنامه ایکس تلفن میکنه آقا حقش صحبت کن حقش زنگ بزنه آقا قرن بیسه کم زنگ بزنه عرازل شماره دو از اداره اطلاعات آقا شما با خانمتون خودتون روز شنبه معرفی کنید میشه. آقا شما میکنه تن ای بابا لرزید. ای بابا اداره اطلاعات میخواد چیکار کنه اینا چکی چه کردیم ما گفت نکنه تلفن است ما چیزی نگفتیم که ما گفتیم آقای آقا, آقا محمد خان قاجار چرا آقا رو به قن می نوشتن مثلا چیزی گفت نمیدونیم چیه حالا قراره که سه شنبه دو شنبه زن میگه می نه آقا افتاد به پنجشنبه دیگه که باز تنهی بیشتر به لرزه فکر کنه خدا شبا خواب این جریان چیه بعد میره خودش رو خود معرفی کنه آقای رز نیستش مخصوصا آقا برید برید سه روز دیگه بیا. بالاخره شما با ضد انقلاب در ارتباط هستید شما رو به دادگاه انقلاب ببریم حکم شما از اعدام تا حبس ابد نوسان داره حالا چیکار کنیم آقا تو رو خدا من چه 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 غلطی که شما زنگ زدید به برنامه این ضد انقلاب مفسد فلحرز فلان که چه بکنید که آقا به خدا ما این چیز رو تقصیر نداریم خدا شاهده ما خواستیم راجع فشار قبل یه سوالی بکنیم فشارش چند پی اس همین دیگه شما مگه قرآن در منزل نداری فقها ها این همه نوشتن باری شما چون اولین باره ما شما رو بازجویی میکنیم خانومتان بازجویی میکنیم اینا رو بیچاره رو میبرن هشت ساعت اینا رو بازجویی میکنن و آخرش میگن خب در کجا نگاه میکردی؟ بودیم والا با منزل پدر خانوم بودیم خود هم داری تلویزیون میری هر دو دیش اینی که عرض میکنم پریشب برخورد کردم یه وجود نازنینی که متخصص برقم بود با خانمشی بچه کوچکی در یکی از این فروشگاه های همین نزدیک خودمان ما رو دید شناخت آمد و خب میری این دوتا تا چیز میکنیم میکنی میاری اینجا تحویل ما میدی اینجا هم چیز میزنی التزام میدی که دیگه هرگز تلفن نزنی چی نکنی چشم خب این عرازلی که اونجا نشسته داره حقوق میگیره از اینجور جنایات انجام بده که کسی حق حرف زدن هم نداشته باشه محکم حکومت باید آقا داریم از یک کلمه حرف هم شما نگذرید و حکایت این است که این آقای خامنه ای می میگوید که ما با آمریکای قراردادی بسیم و ما وظیفه ما از مظلومین جهان ما پشتیبانی کنیم آقا مظلوم تر از مردم ایران آیا شما میشناسید مردمی که 2500 سال تاریخ دولت دارن این همه تاثیر بر بدنیت دنیا گذاشتن آقا فرزندان این سرزمین نامشون و کتابشون و آثارشون تا اون سوی صورت... نمیدونم جهان رفته و چه, چه, چه،, مایه محققان جهان دارن رو کاره ایرانیا کار میکنن تعبیر میکنن تصیح میکنن تفسیر میکنن یه همچین ملتی بعد از نزدیک دویست سال کوشش برای آزادی حالا رسیده به جناب عالی نفس نمیتونه یه تلفن نمیتونه بزن حالا شنیدم این واکسر رو نمیدونم اون یکیش این چیزا رو من بلد نیستم این تلفن دستی ها گفتن آقا اینا دیگه خوب شد شنیدم که چند هزار نفر استخدام کردن که اینا رو هم کنترل کنن که حالا گویا میسر نبوده و الحمدلله و نه اینا همیشه از تکنولوژی خب عقبا تکنولوژی هم روز به روز داره آدم رو به هم نزدیکتر میکنه در سایه علم دوستان در سایه علم که بند اینجا نشستم با یه سویچ این تصویر در همه جای جهان وقت میشه این معجزه اینه نه اینکه فلانی سوار خر شد رفت به کره ما یا کره ما شق شد از تو یغ رفت از تو آستین آمد یا چیه اینا صحبت الله چی است این معجزه است خب این داستان چی شد حالا میخوام بریم خیابون ای وای زری این یه ذره مود پیداست این چیز تو بیار پایین تر هزار جور باید به خودش نگاه کنه بیچاره میخواد بره تو خیابون دو تا تخم مرغ بخره ارازل یقهشو نگیره ما میگیرن این چکمه ها چیه پوشیدی ببینم یکی از اینها درست بلد نیست حرف بزن همه لاتن اینا یه ادبی یه چیزی هیچی خانمی به من زنگ زدن من آقا من داشتم راندگی میکردم، کردم خیابان شاه شا قدیم یعنی خیابان شاه رزا شاه شاه می گفت اون آخراش ما رو گرفتن بیا تماشا کن چی شده؟ شما در چهارراه فلان که می اومدی این روزدیش رو بیسیم زدن به ما شماره ماشین حالا شما رو من میگیریم گفت گرفتن یک بدبختی به روز ما آوردن که بیا و تماشا کن خانم دیگه گفت بابا ما یه جایی یه موزیک موزیک آهنگ گذاشته بودم از بود اینا رانندگی میکردم اینا نامه اومد که شما نمیدونم پلوشن صوتی درست کردی نمچه کردی بیا دادگاه رفتیم گفت شما بودیم گفت من نبودم گفت خب شما نبودی ماشین که مال شما بوده کی بوده گفت من نمیدونم اینا برو دو تا از این خواهران زینب گفت آقا ول نمیکردن دفعه سوم پدرم گفت برو بگو من بودم گفت دوباره خواهر زینب با اون حیبت و هیئتی که میدونید و اون رفتار و اون بیان و اینا شما ماشین اونجا گفت شما من بودم گفت تا گفتم پریدن از پشت دستبند زد که خانم داشته موسیقی گوش میکرده حالا شما فکرش بکنید مظلومان جهان کیا هستن گفت هیچ ما رو بردن و پدر ما بلند شد و اومد و پولی گذاشت ما رو در برد بعد افتاد به تحقیق قاضی این پرونده که یک زنبیلی پول کرد و برای قاضی 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 هم پولی گرفت گذاشت و قیف کرد به قول لاتا قیف کرد و دادگاه شد رفتیم و خلاصه گفتن این دفعه اسلام شما رو میبخشه حالا پول رو گرفته دیگه از این کارا نکنید تا ما رو نکنی. یک سال یک سال و نیم ما به این گرفتاری تو گرفتاری دو چار بودیم حالا خدا نکند که شما با دکی دو تان از دوستان وارد کار جمعی هم بشوید اون موقع با چه عرازلی روبرو خواهید بود خدا می داند. موضوع این که حکومت جعلی یعنی این و چون حکومت جعلی مورد نفرت مردم هست از جانش می ترسه از وجودش می ترسه اینه که در اولویت نگهداشت داشت رژیمه در, در صدر کارها نگهداشت رژیمه خمینی هم گفته بود این رژیم اگر بخواد سقوط کند قرآن روز اسلام رو زیر پا بگذارید و رژیم نگه دارید من برای شما آخوندا نوندونی درست کردم بخورید ها رو پر کنید همه ی کوششش برای سرکوب مردم هست تعداد آدمای جاسوسی که این رژیم داره دولت آمریکا نداره برابر همین حدسی که می شود زد برای نگه داشته این آدم های جعلی جنایتکار بایستی مردم رو سرکوب کرد خب اصلا دیده نشده که یک رژیمی بیاد به نام مردم و به نام ملت و به نام آزادی به نام قرآن یک آدم ریشه پشمی آیت اللهی مثلا بیاد اون حرف ها رو بزنه و چهار تا مخالف در خارج پیداشی یکی یکی ببرسه اینا رو سر ببره یه مردی مثل بختیار رو بفرستی اونجا با اون شیوه ناجوان مردانی که در صدر اسلام بنیاد شده من اونجا اون مرد دلاور دانای وطن دوست رو به اون وضع فجیع بکشن و بعد اون دولت واقعا رزل فرانسه ژنرال پتن فرمانده لشکر سوم آمریکا می من ترجیح میدم پنجاه هزار آلمانی روبرون باشه دو تا فرانسوی پشت سرم نباشه در حالی که فرانسوی ها دوست بودن دیگه می گفت یعنی اینا خائنن و از پشت خنجر میزنن این فرانسوی ها قاتلاش هم آزاد کرد گل به گردنش انداخته بودن دیدید که داستانشو یا فرخزاد یا دکتر برومن رژیم جعلی بقیه رژیم های منطقه هم از کنم که مثل عربستان سعودی، این یک رژیم زورگوی جعلی است مایه فساد در کل منطقه این وهابی های عربستان هستند، اینا از, 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 از دایره انسانیت بالکل به دور افتادند، عرش شدن عربستان سعودی و عرض کنم هزار فامیل و این داستان وهابیگری و پول دادن به پاکستان و به راه انداختن این داستان های ترور و این وهابیگری و اینها اون چه بلایی به روز این شیعیان بیچاره آوردن از زمانی که پدر پدر بزرگ اینا آمد در اونجا نوده جنگ بین اول اندکی قبل از اون کشتار این شیعیان بعد وقت اونجا با قارت این دم و دستگاه اینا در کربلا و نجف و اینا راه نان خوردن اجداد اینا بود این وهابی ها تا میرسیم به بقیه یعنی میخوام ارز کنم که هنوز عقل در خاور میانه تا اونجایی که به حکومت مربوط میشود که در واقع مهمترین اصل حیات یک مملکت رهبریش هست هنوز عقل در اونجا حاکم نشد هنوز پیروی از عقل نیست چون عقل در مقابل زور و دیوانگی خب قرار میگیره نوشتن قانون برخواسته از خرد هست قانون اساسی یعنی چراغ راهنمایی ملتی که میخواهد به سعادت برسد و حقوق او باسی در این قانون رعایت بشود و قانون در واقع عمل بکند وظیفه نمیدونم نخست وزیر معلوم بشه وظیفه قوا معلوم بشود وظیفه نمیدونم تعلیم و تربیت معلوم بشه وظیفه دفاع مملکت معلوم بشه اینها اینجا قانونی نیست در اون مملکت یه چیز کاغذی نوشتن گذاشتن اونجا و بابا میاد چند نفر رو میکشه با اون با اون با اون وضعیت که شما میدانید اون قاضی مرتضوی 60 دلار جریمهش کردن بابت همه جنایات 60 دلار 60 دلاری آقا داده و رفته اینم عدالت اسلامی آقا میگوید ما اومدیم بعد مظلومین جهان دفاع بکنیم خب وقت ما در حال خاتمه است یک مغلطه میخوام خدمت شما معرفی بکنم و اون مغلطه تشبس به مرجع هست مغلطه تشبس به مرجع یعنی یکی کسی خودش صاحب فکری نیست متشبس می شود به یک شخصی که این آقا اون رو مرجع می دارد. مثلا ما مقلد فلان فلان کس هست یا این که داستان هیتلر رو میدونید دیگه داستان هیتلر هیتلر به جای رسید که خدا شده بود برای خودش جان و مال و عزت و شرافت ملت آلمان افتاد بود دست این آدم این سرجوخه و شده بود مرجع همه چیز میگن تشبس به یک تشبس به یک بعد مغلطه تشبس به جمع هم, هم, داریم و مغلطه تشبس به توده ها تعداد آقا شما معتقد هستید که حضرت امام زمان جل... الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنم یا آقا اعتقاد نه آقا این چه حرف لا شما میزنید چه امامی چه ظهوری چه بعد، چه میگی مرد حسابی این خلاف عقله در این مملکت هشتاد میلیون نفر به این اعتقاد دارن شما اعتقاد نداری آقا تعداد دلیل صحت یک امری نیست به جهت اینکه تا پیدایش کوپرنیک همه آدمای روی این کره زمین نگاه میکردن میدن می خورشید صبح طلوع میکنه از این طرف میبینیم گفتن به ببینید خورشید رو نگاه کن دور زمین داره میچرخه همه هم اشتباه میکرد تشبس به تعداد تشبس به تعداد یک میلیارد و یک میلیارد و نمیدونم دو سیزت و مسلمان اشتباه میکنن آقا شما یکی راست میگین آقا بیاین من آمار اینا رو به شما بدم حالا صد میلیارد باشه. فرق میکنه وقتی سخن لا و با, با, با خلاف عقل هست و زیانبار برای انسان هست و یک چیز عقب افتاده است پسفکند افکند پیش از یک بیابان سوزان بیاب و علف بی تعداد مطلبی نیست وقتی خطاست خطاست اینا مطالب خیلی مهمی است همتن این آقای آلبرت اینشتین که آمده بود چیزش متوجه کرد صد دانشمند علیش نوشتن که این اشتباه میکنه آقا این چی این چی این فیزیک نیست میگه این چون یهودیه میخواد ما رو گمراه کنه این فیزیک یهودیه آمدن گفتن آقا آمده بود در همین نیوجرسی اون رئیس و مؤسسه و اومد گفت آقای پروفسور اینشتین گفت چی گفت آقا صد تا دانشمند علیه شما چیزشان خندید گوه آقا اگه حرفش حساب داشتن خب یه نفر کافی بود دیگه لازم نبود چرا قد زحمت کشیدن بیچارا دلم میسود وقتی که تلف کردن اگه حرفشان حساب بود یه نفرم کافی بود خب وقت ما در اینجا هم به تنام رو پایان رسید خواستم بخش از تلویس ابریس اول فرج ابن جوزی رو براتون بخونم که مویسر نشد زندگانی من کس رو هم داشتم اینجا خب یه قطعات هم از که نشد وقت ما صرف از اون دولت دولت های جعلی شد از شما سپاسگزارم هم بطران عزیز که توجه فرمودید سپر گرامی همه شما در هر جای جهان که هستید درود بر شما باد تا برنامه دیگر از شما خدا بزی میکنم جاوید ایران زمین زنده باد آزادی